آیا آنگونه که ناظران ایرانی و غیر ایرانی میگویند جمهوری اسلامی عملا به بن‌بست رسیده است 40 سال و چند ماه پس از برقراری این حکومت مندرآوردی ایرانیان در عرصه تاریخ ایران و نیز تاریخ اسلام؟ آیا جمهوری اسلامی برای برون رفت از بن‌بستی که خود آفریده است راه حلی دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی برای هر برنامه و هر مسئله و مشکل مردم ایران جز دست بردن به اسلحه، فرستادن ایرانیان به زندان، اعمال شکنجه و اقداماتی دیگر از این دست راه حلی ندارد؟ و چرا در خارج از مرزهای ایران دست به دامن گروه‌های غیر ایرانی شده است؟ نمونه از این موضوع رو در روزهای اخیر در اروپا دیدیم. گروه‌هایی از فلسطینی‌ها و سوری‌هایی که مرتبط با حکومت ایران هستند زیر پرچم صلح اما با چوب و چماق در مراکز دموکراسی در اروپا. جمهوری اسلامی در صدد است که بساط انتخابات خود رو نیز به زودی به راه بیندازد. آیا همچنان انتظار دارد که مردم ایران در بازی انتخاب بین بد و بدتر شرکت کنند؟ پرسش‌های بسیاری داریم. در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان امشب تفسیر خبر در هلند، خانم میترا جشنی، فعال سیاسی، هنرمند و فعال سیاسی، و در ایران، در گیلان، آقای علی خردگرا، شهروند معترض ایران در داخل کشور. همراه شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به اروپا، به روم و آنچه که در پایتخت ایتالیا می‌گذرد، در روم، از مراکز باستانی دموکراسی. تا لحظاتی دیگر. منم پروفشنال هستم آقای معصومی نژاد، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات ضد جنگ در روم. اینجا میخوان گزارش تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی درست کنم بفرستم بگن تمام مردم با جمهوری اسلامی هم. ما آمدیم اینجا حقیقت رو بگیم که مردم با جمهوری اسلامی نیستن. هر کم که فکر میکنه که جمهوری اسلامی اینجا قربانی شده و اینا، اینطور نیستش و ما اینجا حقایق رو میدیم که چندین هزار نفر آدم رو در ماه آبان ماه در خیابان کشتن، به غیر از این 40 سال کشتاری که انجام دادن. ضمناً آقای معصومی نژاد اینجا قبلا میگفتش که هنوز شما افتخار میکنین آقای معصومی نژاد که خبرنگار جمهوری اسلامی هستین، صدا و سیما، افتخار میکنین آقای معصومی نژاد؟ قبلا تو ویدیوهای قبلی گفتن که من افتخار میکنم خبرنگار صدا و سیما هستم. هم گفتیم از اون افتخار میکنیم وقتی صدا و سیما میاد اعتراف اجباری میگیره از زندانیان سیاسی. به شما از جان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم، هر کجا که هستید. این بانوی نازنین در روم اشارشون به بازجویی زندانیان سیاسی بود و شرکت گروهی چند تنی از گزارشگران صدا و سیمای حکومت فقیه، از اونها شرکت اونها در بازجویی‌ها. خانم سپیده اولیان، فعال حقوق بشر، در این زمینه گزارشی منتشر کرده بود که یکی از گزارشگران تلویزیون جمهوری اسلامی در بازجویی‌های از ایشون و کسان دیگه و شکنجه‌ها شرکت داشته. این هم نوعی اختراع است. جمهوری اسلامی اختراع کرده بازجو، شکنجه‌گر، خبرنگار، مجری، ترکیبات جدیدی هست در روند اجتماعی در ایران پس از انقلاب. اما صحبت زندانیان سیاسی شد. ضمن سلام و خوش آمد به هر دو مهمان گرامی، این پرسش رو از خانم میترا جشنی داریم که آیا واقعا زندانیان سیاسی در ایران به زودی به فراموشی سپرده میشن؟ چون این به نظر میرسه که چند روزی چه یکی دو ماهی پرداخته میشه و بعد
به فراموشی سپرده میشن در افکار عمومی ایرانیان. درود میگم خدمتتون جناب چالنگی، همینطور به مهمان محترم برنامه‌تون و بینندگان تفسیر خبر. در مورد زندانیان سیاسی قطعا همیشه این خطر وجود داره که اگر نامی از اونها برده نشه و اشاره‌ای به اونها نشه، بعد از یه مدتی فقط در صرف بودن در شبکه‌های اجتماعی و یه اشاره خیلی کوتاه، اگر کسی نامشون رو جستجو بکنه در اخبار، ما بتونیم ردی از اونها بگیریم و به مرور زمان سرنوشت اونها به فراموشی سپرده میشه. این در حالتی هستش که حداقل ما میدونیم اون زندانی سیاسی جرمی یا اتهامی براش در نظر گرفته شده و بر اساس اون جرم و اتهام حکمی براش بریده شده و حالا باید اون دوران محکومیتش رو بگذرونه. وضعیت برای زندانیان سیاسی گمنام و فعالین مدنی در حبس که نام اونها در رسانه ها نیست خطرناکتره، به این علت که متاسفانه در این گونه موارد دیده شده که حکومت با تهدید خانواده های اونها باعث میشه که خانواده سکوت بکنه و نامی از اون بستگان نزدیکش یا به هر حال فرد مورد نظر یا اون خیشاوندی که داره نبره، به این امید که حالا ممکنه که اون آزاد بشه. گاهی اوقات اینجوری هست که حکومت به خانواده میگه اگر سکوت بکنید بعد از یک هفته، بعد از 10 روز، بعد از 1 ماه، همینطور با وعده های متناوب این فرد آزاد میشه. یا گاهی اوقات هم اونها رو تهدید میکنه که اگر سکوت رو بشکنند فرد دیگه ای از اون خانواده زندانی میشه، یا اینکه ممکنه یک شخصی رو به هر حال از اون خانواده به گروگان ببرن یا به جرم اون عزیزشون که در بنده اضافه بشه. نمونه هاش رو ما از آبان ماه بسیار داشتیم. یک نمونه خیلی شاخصش آقای رضا محمد حسینی هستن که الان مدت ها هست، البته از روز کارگر ایشون در حبس هستش و مدت ها من میدونم که در اعتصاب قضا بودن، ولی چون متاسفانه اطلاع رسانی دقیقی از طرف خانوادش نشده، ایشون وضعیت خیلی مشخصی ندارن. نمونه دیگه بعد از اعتراضات آبان آقای پیام محمدی هست، فعال مدنی که در توییتر و رسانه‌های اجتماعی مینوشت با نام پیاملند و ایشون رو در ماشینش در 21 آذر دستگیر کردن و نیروهای امنیتی اون رو به جایی منتقل کردن. متاسفانه با تحت فشار گذاشتن خانواده سکوت مطلق هست در مورد ایشون و حتی امکان اینکه ایشون شکنجه بشن و یا اینکه بعداً به اعترافات اجباری که سناریوی کل رژیم هست وادار بشن وجود داره. خوش آمدید دوباره به شما آقای علی خردگرای عزیز. و همین پرسش که آیا زندانیان سیاسی در ایران به سرعت به فراموشی سپرده میشن، زندانیانی مانند فاطمه مثنا، خانم آتنا دائمی، بسیار دیگه هنگام شهیدی و بقیه و بقیه بسیاری که در زندان هستن. درود بر شما آقای چالنگی عزیز و همچنین مهمان گرامیتون خانم جشنی، و درودی هم میفرستم به مردم عزیز کشورم. به نظر من که مردم ما هیچ موقع فراموش نکردن زندانیان سیاسی رو، و حتی برای کسایی که در سال 67 هم اعدام شدن هنوزم که هنوز سر زبونهاشون هست و پست میذارن در موردش صحبت میکنن و در مورد جنایتی که جمهوری اسلامی کرده همچنان سر زبوناست. و این زندانیای سیاسی اخیرم همچنان مردم فراموش نکردن و هیچ موقع هم فراموش نخواهند کرد، چون که اینها به خاطر مردم، به خاطر آزادی، به خاطر حقوق بشر زندانی شدن و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه که فراموششون نکنیم و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی در سکوت، در خفقان بتونن هر کاری که دوست داشته باشن انجام بدن. نمونه‌هاش هم که همین فشارهایی که مردم آوردن به جمهوری اسلامی باعث شد که همین سپید قلیان، اسماعیل بخشی، اینا بتونن آزاد بشن و فعالین دیگه که مثل آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای مرتضی قاسمی یا غلام حسین بروجردی، جانبازان با شرفمون، اینا هم با فشارهای مردم عزیز تونستن اینا رو از بند آزاد بکنن. و به نظر من هیچ موقع مردم این زندانیان شجاع رو فراموش نمی کنن. حالا بعضی ها درسته تو زندان هستن، کاری از دستمون بر نمیاد. همین آتنا دائمی که شما گفتین، سبا کردافشار که گفتین،
که یه دختر 20 و چند ساله 24 سال برای زندانی بریدن و کاری از دستمون بر نمیاد. مادر سبا کردفشار که همچنان در حال فعالیت، پدر آتنا دائمی در حال اطلاع رسانی و فعالیت، و ما هم که در فضای مجازی حضور داریم همیشه حمایتشون کردیم، صحبت کردیم در موردشون، چه در لایوامون و چه در پستایی که دوستان میذارن بحث و گفتگو میشه. ما زیاد نمیتونیم به نظر من کاری ما انجام بدیم، ما فعالین زیاد به اون حد نمیتونیم، چون دستمون بسته است، دست صدای ما به جایی رسیده نمیشه. ولی جامعه جهانی به نظر من خیلی خوب میتونه از پس جمهوری اسلامی بر بیاد، چون جمهوری اسلامی زبان زور رو میفهمه، کشوری نیست که بخواد با گفتگو با صحبت کردن بتونه مسئله رو حل بکنه، چون سابقه جمهوری اسلامی جوریه که نشون داده که فقط زور تونسته جمهوری اسلامی رو وادار به یه کاری بکنه. باز هم قدم‌های بزرگی رو که اتحادیه اروپا برداشته، سازمان ملل برداشته برای زندانیان سیاسی، قدم‌های خیلی بزرگی بوده، ولی باز هم میتونن فشار بیارن به جمهوری اسلامی و بتونن زندانیایی که در زندان هستن به عنوان زندان سیاسی، که خود جمهوری اسلامی قبول نمی‌کنه ما زندان سیاسی داشته باشیم، ولی جامعه جهانی اینو نمیپذیره و زندان سیاسی تعریفش مشخصه و با فشار جامعه جهانی به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بیشتر بیشتر به عقبتر برگرده. و البته دلی عزیز، این که همین کاری که انجام میدید، همین که مطرح میکنید، همین که در رسانه‌های دنیای مجازی به اصطلاح مطرح میکنید، خود این کاریست و کار بزرگیست. بگیرین میتونه بسیار مؤثر باشه. خانم جشن چون نیست، و بعد نکته این هست، گروه ها، سازمان ها، افراد، اشخاصی که بیرون از ایران هستن، تا چه اندازه میتونن در اون چی که علی گفت مؤثر باشن؟ اطلاع رسانی، آگاه کردن، پیگیری موضوع در ارتباط با سازمان ها و دولت های جهان آزاد. خانم جشن، 100% میتونن تاثیرگذار باشن و تاثیر بسزایی داشته باشن، مخصوصا در شرایطی که فشار بر روی خانواده های زندانیان هستش و از داخل خیلی نمیتونن اطلاع رسانی بکنن. من فکر میکنم فعالین مدنی در خارج از کشور با توجه به شرایط و امنیتی که دارن میتونن که تریبون زندانیان سیاسی باشن و صدای اونها باشن و نگذارن که نام اونها فراموش بشه، بالاخص در سطح بین الملل و رسانه ها. و از اون مهمتر، خواهش من از خانواده ها و از دوستان این افراد هستش. ما بارها و بارها نمونه هایی داشتیم که به خاطر عدم اطلاع رسانی و سکوت حتی منجر به مرگ این افراد در داخل سیاهچال ها و در داخل زندان های جمهوری اسلامی شده. نمونش ستار بهشتی، نمونش وحید صیادی نصیری، اینها افرادی بودند که به هر صورت کمتر نام اونها در رسانه ها و در شبکه های اجتماعی و همینطور گروه های حمایت از حقوق بشر بین المللی آورده شده. خانواده ها میتونن نقش بسیار موثری در این زمینه داشته باشند و مطمئن باشن که با اطلاع رسانی نه تنها مشکلی برای اون فرد زندانی پیش نمیاد، بلکه کمک میکنه به رهایی اون فرد و به وجود آوردن شرایط بهتری، چون به هر صورت هزینه برای جمهوری اسلامی به هر شکلی باید بالا بره، بلخص در برخورد با زندانیان و فعالین مدنی در حبس. علی عزیزم، یه مسئله این نیستش که، یا موضوع نباید از این دید بهش نگاه بشه که در مورد زندانیان سیاسی، که اول همه انسان هستن، بعد ایرانی هستن، و بعد چه عقیده و افکاری دارن، هم از اینکه سلطنت طلب هستن، مجاهد هستن، کمونیست هستن، مذهبی هستن، غیر مذهبی هستن، هر چی که هستن، مسیحی هستن، بهایی هستن، لا مذهب هستن، یهودی هستن، سرتشتی هستن. آیا نباید چنین باشه؟ نباید کسانی که در عرصه حقوق بشر فعالیت میکنن دیگه این مرزهای خودی و غیر خودی رو بذارن کنار و بیان بگن همه، هر کسی که در زندان به خاطر افکار زندانی هست، زندانی سیاسی و باید از حقوقش دفاع کرد؟ آیا به اینجا ما رسیدیم، جامعه ما یا گروه های سیاسی ما؟ حتی جمهوری اسلامی اصلا اجازه نمیده که به این نزدیک بشیم، حالا به این چیزایی که شما فرمودید.
به آقا چلنگی، ابتدایی ترین حقوقی که یک نفر میتونه داشته باشه حقوق بشره، یعنی یه حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق براش، یه دونه دین داشته باشه برای خودش که طبق عقیده خودش باشه، باوره که خودش باشه بهش رسیده باشه، آزادی بیان داشته باشه، انتخاب داشته باشه، هر نوع که دوست داشته باشه زندگی بکنه. ولی جمهوری اسلامی اینا رو از مردم سلب کرده و شما از دخالت در زندگی مردم حتی در رخت خواب یارو هم وارد میکنه، وارد میشه جمهوری اسلامی دیگه، چه برسه به مسائل دیگه که مثل دین و مثل پوشیدن و دیگه نمیتونم حجاب و جشن گرفتن. و شما حتی دهه 60 هم اگه شما خود بادیاتون باشه دیگه، ویدیو یه چیزی بود که اجازه نمیدادن داشته باشه مردم، یه ویدیو مخصوص داخل خونه است، بیرون خونه نیست که بخوایم بگیم آقا مثلا فرهنگ کشور زیر سوال میبره، دیدگاهی که خود جمهوری اسلامی داره رو دارم میگم، ولی داخل خونه شما ماهواره داشته باشی الان مورد پیگردی، یعنی میان بالا پشتمون میریزن، نمیدونم کارهای دیگه انجام میدن، انتخاب پوشش زنا انتخاب پوشش ندارن و خیلی از این دست مسائل ها جمهوری اسلامی اجازه نمیده که مردم حق انتخاب داشته باشن، چیزایی رو به مردم تحمیل میکنه که خودش دوست داره. شما از انتخابات یعنی حقوق مدنیش رو بخوای در نظر بگیری، انتخابات یه چیزیه که با رأی خودت یه شخص رو انتخاب میکنی، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی در جامعه جهانی یه جوری وانمود میکنه که در واقعیت اون نیست. یعنی مثلا شورای نگهبان وجود داره که توسط آقای خامنه ای انتخاب شده و این شورای نگهبان میاد رد صلاحیت میکنه و مهرهایی رو که خودش نیاز داره رو روی کار میاره و این دست از دخالتایی که جمهوری اسلامی داره در زندگی مردم، در حقوق شهروندی مردم، در حقوق مدنی مردم و حتی در دین و مسلک مردم داره دخالت میکنه، جمهوری اسلامی اجازه نمیده که ما بخوایم به حقوق بشر، به اون قوانینی که به دموکراسی ختم میشه نزدیک بشیم، چون که اینها رو خطری میدونه برای خودش، آگاهی مردم رو خطری میدونه برای خودش، به خاطر همین دوست داره مردم ما یعنی بدون فرهنگ غنی که دارن، یعنی اون فرهنگ رو نادیده میگیره، اجازه نمیده اون فرهنگ غنی ایرانی رشد بکنه، چون که دشمن اصلی جمهوری اسلامی و حقوق ضد بشریش فرهنگ پاک ایرانیه. خب چرا باید منتظر اجازه جمهوری اسلامی بود؟ گروه ها، افراد، شخصیت ها یا چهره های مشهور سیاسی در خارج از ایران، حرف اینه. آیا نباید از این مرز بگذارن که در مورد زندانیان سیاسی خودی و غیر خودی نداریم؟ یک زمان ایرانی ها اعتراض میکردن چندین میلیون بابی سنز اعتصاب قضا کرده بود، زندانی ایرلندی، الان فارغ از هر عقیده‌ای که داره آقای محمد نوریزاد یا کسان دیگری که در زندان اعتصاب قضا کردن، آیا گروه های سیاسی نرسیده زمانی که یا افراد سیاسی یا فعالان سیاسی هر چه که هست از این مرز بگذارن؟ علی عزیز حرفونه، بدون اجازه جمهوری اسلامی لازم نیست. بفرد بله 100% نیازی نیست. این سوال اگه میخواستیم 20 سال پیش میپرسیدیم قطعا این جوابش نه، هنوز وقتش نرسیده، جامعه به اون آگاهی نرسیده. ولی در سال 1390 در به نظر من دیگه همه چیزش مشخصه که زمان انقلاب رسیده، زمان فعالیت‌های با بازیگرها، سلبریتی‌ها، کسایی که خارج از کشور هستن، داخل کشور هستن، میتونن کمک بزرگی به این مهم بکنن. ولی متاسفانه ببینید خارج از کشور مثل داخل ایران داره اون مسیری که اوایل ایران داشت طی می‌کرد داره طی می‌کنه. یعنی داخل ایران 20 سال پیش چجوری بود؟ مردم زیاد متحد نبودن، بی تفاوت بودن، هر کی راه خودشو میرفت. به نظر من الان مردم خارج همون حکایت 20 سال پیشو دارن که به نظر ما باید یک جهش بزرگ انجام بدن و متحد بشن و خارج از این که چه دیدگاه سیاسی دارن، فقط باید در اتحاد برای دموکراسی، اتحاد برای دموکراسی ایران متحد بشن. حالا میخواد پادشاهی باشه، سلطنت طلب باشه، دموکراسی خواه باشه،
هر چیزی که به باور خودش هست باید به یک چیز متحد باشن، به همبستگی و برای براندازی جمهوری اسلامی باید اتحاد داشته باشن تا بتونن از شر جمهوری اسلامی ما راحت بشیم. و در مورد فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی دوستایی که هموطنانی که در آمریکا هستن و جشن 2500 ساله رو هر ساله کارنوالش رو راه میندازن و همین کارنوالا رو میتونن در مورد زندانیان سیاسی، در مورد نقض حقوق بشر و سازمان یافته میتونن در اروپا، آمریکا اینا رو انجام بدن و صدای مردم ایران در خارج از کشور باشه. خانم جشن، ببینید اتفاقاتی که در ایران میفته واقعا بسیارش کم سابقه است. خانم هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، مثل بسیاری دیگه از زندانیان سیاسی در معرض شکنجه‌های روانی و جسمی بوده ایشون هم و الان زیر فشار قرار دادن برای اینکه بگن بیمار روانی هست، یا بسیار دیگه از زندانیان سیاسی. همین پرسش رو هم از شما داریم که وقتی اون نرسیده که گروه‌های سیاسی، افراد سیاسی، فعالان سیاسی به طور پیگیر بیان و این مرز رو بردارن، یعنی بگن زندانی سیاسی هر عقیده‌ای که داره ما واردش نمیشیم، ما باید از حقوقش دفاع کنیم. چرا این همه به اصطلاح مرزبندی خودی و غیر خودی هست؟ من اسم میبرم، در مواردی اسم بردم، ولی اجازه بدین اینجا اسم نبرم فعلا از افراد سرشناس سیاسی. بفرمایید. بله، خب به هر صورت این چیزی که شما دارید میگید از نظر انسانی قطعا باید رعایت بشه و اگر که ما نام فعال مدنی یا فعال حقوق بشر رو بر روی سازمانمون یا بر روی خودمون میذاریم، قطعا باید مرزی در مورد گرایشات اون افراد قائل نشه و به هر حال این جور دعواهای سیاسی و گروهی زمانی میتونه مفهوم داشته باشه که ما زیر سایه یک حکومت دموکرات زندگی کنیم و بتونیم با هم رقابت کنیم. ولی خب متاسفانه همینطوری که اشاره کردید خودتون، برخی از افراد این کار رو نمی کنند. خب برخی خیلی سیاستمدارانه و هدفمند دارن یک جایی رو میبرن جلو و یک سری از زندانیان سیاسی رو پروموت میکنن. برخی از افرادی که پروموت میشن اصلا شاید شایستگی اینو نداشته باشن که به عنوان یک زندانی سیاسی آزادی خواه ازشون نام برده بشه. اصلا خیلی وقتا مواردی بوده که خیلی کوتاه اینها در زندان بودن، یه سری از تریبون‌ها، رسانه‌ها، گروه‌های بین‌المللی که به هر حال وابسته به یه جناح خاصی هستن، حالا چه به صورت آشکار چه به صورت پنهان، این افراد رو پروموت کردن و بعد به محض اینکه این افراد از ایران خارج شدن یا با همین کمپین‌ها، با همین حمایت‌هایی که شدن بازویی از خود جمهوری اسلامی و در حقیقت یک موتور محرک برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی خارج از کشور. به هر حال دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی من امیدوار هستم واقعا این مرز برداشته بشه و من هم دوست ندارم نام ببرم، ولی متاسفانه همینطوری که اشاره کردید داریم فعالینی که خیلی هدفمند یک سری از زندانیان سیاسی رو پروموت میکنن و روی بقیه خط میکشن و مرز میگذارن. علی عزیز، برمیگردیم به ایران و این نکته که چهره‌های مشخص مثل هنرمندانی که محبوبیتشون و مدیون مردم هستن، ورزشکاران عزیز و بسیاری دیگه، چهره‌های مشخصی که هستن، چهره‌هایی که محبوب هستن بین مردم، اینها چه وظیفه‌ای دارن؟ اینها چه کارهایی میتونن بکنن یا با چه معیاری میشه اونها رو مورد قضاوت قرار داد در ارتباط با هموطنان دیگه شون، در ارتباط با زندانیان سیاسی؟ ما فعلا بازیگر، هنرمند و سلبریتی های ایران خیلی نداریم زیاد که بخواد به زندانیان سیاسی پرداخته بشه. بوده مثلا بعضی از بازیگرها یا فوتبالیست ها در مورد معیشت مردم، در مورد گرانی، در مورد این مسائل ها صحبتی کرده باشن، ولی اینکه بیان در مورد زندانیان سیاسی و مسائل های دیگه بخوام بیان صحبت بکنم، ما خیلی کم داریم. مثلا آقای پرویز پرستویی همیشه تریبون نظام بوده، همیشه میاد از گرانی صحبت میکنه، از فقر صحبت میکنه،
میاد کلیپای نمیدونم کسایی که فقیرن نون ندارن بخورن رو منتشر میکنه، ولی باعث بانیشو نمیاد حرفی بزنه چه کسی باعث بانیشه. یا وریا غفاری که از ورزشکاران با شرف و با غیرتمون که همیشه پشت مردم بوده، سر هر مسئله از مردم حمایت کرده و مخالفت خودشو با سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه بیان کرده، و اکثر بازیگرا مثل ارژنگ امیر فضلی، یک بازیگر مردمی و واقعا پشت مردم بوده، همیشه در مورد گرانی صحبت کرده، در مورد فقر و در مورد همین زندانیان سیاسی بارها صحبت کرده. این دوستان چی میشه آخرش؟ کار بهشون نمیده جمهوری اسلامی، اجازه بازیگری بهشون نمیده برن پول در بیارن، نون در بیارن. راهشون اینه، بازیگریه، فعالیت هنریه. و وقتی که یه بازیگر میاد یه کلیپی میده بیرون در مورد معیشت مردم، در مورد آزادی ایرانی، در هر مسئله، و وقتی جمهوری اسلامی میاد اونو محکوم میکنه، یعنی خیلی راحت در سکوت آقا میگه آقا به فلانی کار ندی. این مسائل وقتی که پیش میاد، خب دیگران، دیگر بازیگران، دیگر هنرمندان میترسن، میگن خب ما بیایم این بلا سرمون میاد، به ما کار نمیدن. و خیلی از بازیگرای بزرگمون که الان حضور ذهن ندارن و خیلی اصلا کار ندارن، یعنی کار بهشون داده نمیشه. و مهران مدیری مثلا، پرویز پرستویی، سحر قریشی دیگه نمیدونم، و خیلی از کسای دیگه تریبون جمهوری اسلامی شدن. و جمهوری اسلامی سعی میکنه افرادی که هنرمند نیستن، واقعا هنر ندارن. ما همیشه میگم کار ما برعکس بوده، اونایی که هنر ندارن روی کارن، اونایی که واقعا هنرمندن خونه نشینن. جمهوری اسلامی دقیقا میاد اینا رو میاره روی کار، بزرگشون میکنه، چهرهشون میکنه، بعد ازشون استفاده ابزاری میکنه که مثلا در زمان انتخابات، در زمان جایی که نیاز دارن، بتونه از این سلبریتی ها استفاده بکنه. خانم جشنی، آیا همین بهانه که ما به ما کار نخواهند داد اگر بیایم جانب مردم کافیست برای اینکه اونها به توقعی که مردم دارن عمل نکنن در ارتباط با زندانیان سیاسی، یا میتونن از هنرمندان که در سینما چه در جاهای دیگه از قدرتی که دارن، محبوبیت مردم استفاده کنن؟ بله، قطعاً این نمیتونه یک عذر پذیرفته شده ای باشه، خیلی مشخص و واضح هستش، و به قول قدیمی ها عذر بدتر از گناه هستش این قضیه. به هر حال هنرمند به هر شیوهی که به شهرت رسیده باشه، پشتوانه این شهرتش مردم هستند، و هنرمندی در تاریخ میمونه و حتی در یاد و خاطره مردم زنده خواهد موند که مردمی باشه و در کنار مردم قرار بگیره، نه پشت به مردم بکنه. چنانی که ما داریم افراد بسیاری که به هر صورت به خاطر گرفتن تریبون از همین جمهوری اسلامی به یک جایی رسیدن، به یه شهرتی رسیدن، اما امروز روز چهره مردمی ندارن و فضاهای بازی که میتونن مردم عقیدهشون رو بدون فشار حکومت ابراز بکنن، مثل همین توییتر یا اینستاگرام، شما بازخورد مردم رو نسبت به این افراد به راحتی میتونید ببینید. من فکر میکنم که هنرمند نباید ابزار دست حکومت باشه، مخصوصا در مورد جمهوری اسلامی که یک حکومت تمامیت خواه هست، یک حکومت ظالم هست، یک حکومت دیکتاتور هست. ابزار این حکومت شدن و ماشین تبلیغاتی اون حکومت شدن قطعا تاریخ مصرفی به این گونه افراد خواهد داد. و من فکر میکنم در شرایط فعلی ایران که وقایع ایران و مبارزات مردمی بسیار جلوتر هستند از تمام افرادی که میتونن به عنوان حامی و به عنوان حمایتگر این مبارزین باشن، جوری داره پیش میره که ما نباید عقب بمونیم از اونها. پس الان زمانی هستش که هنرمندان ما، چهره های سینمای ما باید در جای درست تاریخ بیستن. بله، قطعا این بهانه کافی نیست، این بهانه کافی نیست. کما اینکه بعد از انقلاب، فردای انقلاب، به همه هنرمندان سینمای ما، سینمای قبل از انقلاب خانه نشین شدن، از معروف و نیمه معروف، و همه
به دستور مسئولان جمهوری اسلامی، سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی. گفته میشه کسانی مثل محمد خاتمی، محسن مخملباف و کسانی مانند این دو دست داشتن، مدارک و اسنادی هست، همه خانه نشین شدن، ولی زندگی به نحوی گذشت و اونها، بسیاری از اونها تن ندادن به خواستهای حکومت علی‌رغم دعوتهای بعدی برخی از اونها به کار. بهانه بسیار کوچکی است که چنانچه به ما جانب مردم رو نگیریم به ما کار داده نخواهد شد. اون هم کارهایی که میبینیم اکثرا در جهت و مسیر همصدایی و همراهی با تبلیغات و منویات حکومت. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با آنچه که جمهوری اسلامی در آستین تبلیغاتی دارد، انتخاب بین بد و بدتر، بازی 40 ساله جمهوری اسلامی، آیا مردم باز وارد چنین بازی خواهند شد؟ تا لحظات دیگر. علی عزیز، من اینو بارها گفتم در برنامه‌های مختلف، شماره‌های مختلف تفسیر خبر، که این بازی مندرآوردی است. انتخاب بین بد و بدتر هیچ ارتباطی به هیچ نوع دموکراسی نداره در هیچ جای جهان به هر حال. ولی این بازی در ایران ظاهرا مشتریایی هم داره یا تا به حال داشته. بازی انتخابات بین مثلا شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام کنونی و رئیسی، آیا با همه این رویدادهای اخیر جمهوری اسلامی از نظر شما باز هم امیدوار هست که مردم در این بازی شرکت کنند؟ بازار چطور میبینید؟ چشم‌اندازم آجالنگی، این جمهوری اسلامی دیگه خودش پی برده که دیگه مردم فهمیدن حناشون برای مردم دیگه رنگی نداره و مردم به این حقیقت رسیدن. ببینید، من در چند برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، گفتم که زمان انتخابات روحانی، زمانی که روحانی کاندید شد گفت من کلید دارم، این مردم واقعا منتظر یه تغییر بزرگ بودن. یعنی گفتن آره، یه نفر هست که بعد از خاتمی اومده میخواد اصلاحات بکنه، یارو حقوقدان، کلی وعده داده، حداقل این همه وعده داده، دو تا از این وعده ها بخواد عملی بشه دیگه حله دیگه، یعنی ما اون مسیر اصلاحاتو داریم طی میکنیم. مردم به این باور رفتن رأی دادن. حالا به کی؟ حالا اونم منتخب مردم نبوده، آقای رئیسی بوده، آقای روحانی بوده، یعنی دو تا از خود نظام مهرشو گذاشته، میگه به این دو تا رأی بدین. بعد حرف از دموکراسی میزنه، حرف از انتخاب مستقیم مردم میزنه، انتخاب مردم از صندوق در میاد و در جامعه جهانی اینو داره یه سره همه جا داره بوق و جار میزنه، میگه که آقا این مردم رأی دادن، این نماینده خودشون بوده، از خود صندوق رأی اومده این آقا شده نماینده مردم ایران. دیگه نمیدونم واقعا جریان چیه، دیگه نمیدونم شورای نگهبانی وجود داره، شورای نگهبان خامنه ای انتخاب میکنه و کاندیدایی که ذره‌ای مخالف ایده های رهبری باشه اون رو رد صلاحیت میکنن. همین انتخابات مجلس هم میخوای نگاه بکنی چقدر رد صلاحیت کردن، یعنی از خودشون هم رد صلاحیت میکنن. یعنی به جایی رسیده جمهوری اسلامی که به خودی های خودش هم اعتمادی نداره و رد صلاحیت میشه. حتی در دوره قبل انتخابات محمود احمدی نژاد رو رد صلاحیت کردن، یعنی رئیس جمهور یک کشور رد صلاحیت شد. اینا ترس از جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی فهمیده که مردم دیگه گول تبلیغات و دروغین جمهوری اسلامی نمیخورن و هر طور شده با هزار دروغ، با هزار کلک، با هزار برنامه ریزی های که انجام میده، تبلیغاتی که داره، تلویزیونی که دستشه، خلاص این تبلیغات رو انجام میده تا مردم رو بکشونه به سمت پای صندوق. ولی متاسفانه این نظام تلویزیون هم دستشه، تلویزیون هم که سراسر داره قربون صدقه خامنه ای داره میره،
و در انتخاب مجلس چه در انتخاب رئیس جمهور مردم هیچ نقشی رو ندارن، هیچ نقشی، هیچ گونه نقشی ندارن، چون که نماینده های اصلی مردم اصلا اجازه کاندید شدن بهشون داده نمیشه، دیگه چه برزه بخوان رد صلاحیت بشه. نماینده های اصلی مردم کسایی هستن که در مورد معیشت مردم، در مورد آزادی، در مورد زندانیان سیاسی بیاد واضح صحبت بکنه. میشه خوب و از بد و از بدتر از کجا میشه تشخیص داد، خوب و بد از کجا میشه تشخیص داد. این نیست که فقط بیان وعده بدن بگن من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. ترامپ مثال میزنم براتون، ترامپ اومد وعده انتخاباتی داد، چند تا وعده داد، چند تاش عملی کرد. روحانی اومد چی کار کرد؟ چقدر وعده داد، بعد آخر سر هیچ کدوم عملی نشد. برگشت چی گفت؟ اون موقع کشور ما جنگ نبود، موقع وعده هایی که دادی مال قبل جنگه، الان شده جنگ، شده ما نمیتونیم وعده هامون رو عملی بکنیم. خیلی از مسائل های دیگه هست، ولی مردم آقا چرنگ دیگه گول جمهوری اسلامی رو نمیخورن و مردم هم فهمیدن انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ معنی نداره، هیچ معنی نداره انتخابات. این بالا در رأس خامنه ایه که نشسته، اون رهبره که نشسته داره برای مردم تعیین و تکلیف میکنه. حتی مجلس، داخل مجلس همون تو توییتر هم پخش شده بود، میگفتن که کسایی که میخوان رأی گیری بکنن خامنه ای اونجا نماینده داره، تمام نماینده های مجلس نگاه به اون نماینده رهبر میکنه اون نظرش چیه، بعد به اون نظر اون رأی میدن. و این مسائل در خود کشور هم صدق میشه، در به گران شدن بنزین دیدین که گفت که من قبول دارم سران سه قوه رو، ولی من باید گوش بدم به حرف این سران. یه جوری گفت که دیگه کسی نهید مخالفت بکنه و اون نماینده های مجلسی که میخواستن گرانی بنزین رو میخواستن لایه بدن براش که کم بشه برگرده سر قبل قیمت قبلیش، خامنه ای اومد وارد شد سری، مثل همیشه که به قول خودش میگه من هیچ کارم، من هیچ نقشی ندارم، ولی همیشه هم دخالت میکنه. اومد اون صحبت رو کرد که مردم نماینده هم دیگه گوش به حرف آقا دادن، اونم پس گرفت. قدرت سیاسی در ایران عملا از 1 تا 100 در دست آیت الله خامنه ای هست که خارج از دایره انتخابات هست و در یک دایره بی‌ضرری مثل ریاست جمهوری که مقام عملا در عمل مهم نیست و قدرت سیاسی در دستش نیست، اونجا انتخابات میشه بین گروه های حکومت و در اونجا بله یکی 50% میاره، یکی 40% میاره و این قسمت رو به اروپا و آمریکا سعی کردن به عنوان دموکراسی بفروشند، که البته خب میدونستن، این وریام این رو میدونستن که قدرت سیاسی در دست آقای خامنه ای و اونجا انتخاباتی نیست. برحال اما اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا چنینه خانم جشنی؟ حالا من فکر میکنم که تا حد زیادی جناب آقای خردگرا خب در حال داخل ایران هستن و فضا رو خیلی بهتر از اون چیزی که ما از دور داریم میبینیم میتونن لمس بکنن. من فکر میکنم همینطوره که تو شعارای مردم داده شد، قطعاً حکومت نمیتونه به اون درصد از رأی مردم برای این بار اعتماد داشته باشه، ولی خب به هر صورت اونها هم آروم نخواهند نشست، تلاش خودشون رو میکنن، چه از رسانه ملی برای افرادی که به هر صورت ممکنه تحت تأثیر قرار بگیرن، چه بازوهایی که دارن در خارج از کشور، به حال کارتل خبرنگار و رسانه هایی که به نوعی در اختیار برخی از جناح‌ها هست، بلخص جناح اصلاح طلب که تبلیغات بکنن. من فکر میکنم رای دهندگان در جمهوری اسلامی 3 دستن. دسته اول افرادی هستن که به هر حال دستشون در سفره نظام دراز هستش و خب اونها هر اتفاقی که بیفته قطعا میرن و رای رو میدن پای صندوق ها. دسته دوم افرادی هستن که به هر صورت با همین وعده های عوام فریبانه‌ای که روحانی داد یا قبل‌تر از اون، حالا به یه شکل دیگه‌ای به یه گروه دیگه‌ای از مردم احمدی نژاد داد، با این جور وعده ها بنا به اون قشر طبقاتی که هستن فریفته میشن و میرن و رأی میدن. و بخش سوم افرادی هستن که فکر میکنن زیر سایه یک حکومت دیکتاتور میتونن با رأی دادن به دموکراسی برسن، چیزی که من با برخی از همکلاسی‌های سابق دانشگاه صحبت میکنم یا حتی یه سری افرادی رو من میبینم در کانادا در همین
بلند میرن و رأی میدن و وقتی میپرسن واقعا به چی شما میرین رأی میدین، میگن که خب با انقلاب ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم، در حقیقت بعد از همین صندوق های رأی ما رفته رفته به حقوق از دست رفتمون دست پیدا کنیم. من سوالم از این دوستان این هست، چطور ممکنه حکومتی که شالودش و نظامش و قانون اساسیش کاملا ضد بشری هست و کاملا تمامیت خواه و توتالیتر هست، شما بتونید از صندوق های اون نظام به دموکراسی برسید؟ اصلا چطور ممکنه که شما یک کارخونه ای رو ببینید از دور که داره محصول فاسد تولید میکنه، داره ورشکسته میشه، مدیریت درستی نداره، و بعد بخواین برید با خریدن سهام در اون کارخونه به رشد اون کارخونه کمک بکنید؟ چنین چیزی امکان نداره و فکر میکنم مردم خوشبختانه به این آگاهی رسیدن، ولی باز وظیفه فعالین مدنی، رسانه ها این هستش که این مسئله رو باز هم روشن‌تر بکنن. اشاره کردن حکومت‌های توتالیتر و تمامیت خواه، یعنی حکومت‌هایی که معمولاً دارای ایدئولوژی هستند، از الف تا یه زندگی مردم رو زیر کنترل می‌گیرند. آیت الله خمینی این خواست خودش رو هرگز پنهان نکرد، برخلاف گروه‌هایی که عنوان می‌کنه که فریب خوردند یا فریب داده شدند، چون این نبود. آیت الله خمینی به صراحت در نفلوشاتو تأکید کرد و اعلام کرد که حتی تا صندوق خانه خانه های شما دستورالعمل داره اسلام، اسلامی که اون تعریف میکرد یا از دین مورد اعتقادش، به هر حال به صراحت اعلام کرد. و همین حرف هست که هنوز 40 سال و چند ماه بعد از انقلاب به خانه های مردم یورش میبرند تا ببینن چه میکنن چه نمیکنن، حتی خانه مردمان هم در امان نیست. حرف پنهانی نبود، آشکار و آشکار. و همین سخن بحثایی که ما داشتیم در اون زمان با افرادی که شما چه تضمینی دارید که آقای خمینی با آمدنش دموکراسی خواهد آورد، حرف همین بود که ما از طریق آیت الله خمینی میتونیم به دموکراسی برسیم. اون امتحانی پس نداده بود، اما روحانیون حاکم کنونی 40 سال تجربه در برابر مردم هست. آیت الله خمینی پشتوانش به هر حال روحانیت شیعه بود، 500 سال بیشتر، و به اصطلاح سخنگوی مظلومان بودن، دستی به خون تا اون زمان آلوده نداشت و نه به دزدی و چپاول. اما 40 سال کسانی که هستند بد و بدتر تجربیاتی هست. و اما به نظر میرسه علی عزیز که آنچه که در آبان ماه گذشت و روند امور نقطه عطفی بود، از خصوصیات این نقطه عطف این که حرص و حراس مردمان از اقدامات حکومت عملا فرو ریخته به نسبتی. چون این نیست؟ یکی از پیامدهای آبان ما بفهم. بله 100%. ببینید آبان خیزش مردم بر گرانی بنزین به خاطر فقر، معیشت و گرانی اینا یک جهش خیلی بزرگی بود، و بعد از اون که کشداری که انجام دادن همه فکر کردن خب دیگه مردم اعتراض نمی کنن، و بعد از اون تشییع جنازه سلیمانی صورت گرفت و این همه مردم حضور پیدا کردن و اکثر جوونا، اکثر کسایی که معترض بودن گفتن دیگه کار آزادی خواهی و نمیدونم اینجور مسائلات تمومه دیگه، این جمهوری اسلامی گرفته دستش دیگه حکومت رو با این شویی که انجام داد. ولی در کمال ناباوری ما مبارزین و دیگر دوستان، خیزش بعدی بعد از آبان ماه صورت گرفت، یعنی به خاطر هواپیمایی که سقوط کرد، و نشون داد که مردم حتی از گلوله هم نمی ترسن. یعنی ما گذشت کردیم از اون زمانی که می ترسیدن مردم کشته بشن، می ترسیدن دستگیر بشن، از اون دیگه گذشت کردیم ما. الان کافیه کوچکترین بهانه ای رو جمهوری اسلامی دست، حالا ما بهانه خیلی داریم، بهانه ما بسیار زیاد داریم برای اعتراضات، ولی خلاصه اون عزم مردم که یه دفعه بخوان متحد بشن بیان تو خیابون، نیاز به یه سری مسائل تکونایی داره، حالا تکون ارز باشه، گرانی باشه، حادثه باشه،
دیگه مردم مثل قدیم نیستن که یه اتفاقی بیفته و مردم سکوت بکنن هیچ کاری نکنن. یعنی قشنگ مردم به اون درجه از آگاهی به اون شعور سیاسی رسیدن که دیگه جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره. ببینید زندانی کردن مگه جواب داد؟ کشتن مگه جواب داد؟ هیچ کاری دیگه برای جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده. الان هم که میبینید داره تبلیغات درست میکنه، از چیز اعترافات اجباری میگیره از زندانیان و تمام کسایی که میان حرف میزنن و ربطش میدن به انگلیس، به اسرائیل، به آمریکا، تمام بی‌ارزگی و بی‌لیاقتیشون رو ربط میدن به کشورهای دیگه تا بتونن خودی ها رو حداقل نگه دارن. این هواپیما سقوط کرد، کلی ریزش پیدا کرد از خود نظام، از خود صدا و سیما، از هنرمندا، سپاهی ها، نیروی انتظامی، خیلی ها ریزش پیدا کردن. یعنی این مسیری که به سمت آگاهی داره پیش میره، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه متوقفش کنه، چون اینقدر فساد ناکارآمدی در جمهوری اسلامی زیاده که هر چقدر به سمت جلوتر میره بر علیه خودش استفاده میشه این کارهایی که داره انجام میده. بله خانم جشن، به نظر میرسه در خارج هم اثرگذار بوده ایرانیان خارج از کشور. دیدیم در همین روزهای اخیر جمهوری اسلامی دست به دامن گروهی فلسطینی، اسرائیل، سوری و بقیه جاها شده. تظاهراتی در اروپا را انداخته بود که برای صلح، ولی با چوب و چماق هم مردم حمله کردن. ولی میبینیم با واکنش های ایرانیان روبرو شدن، ایرانیانی که دل در گروه وطنشون دارن. به نظر میرسه دامنه فعالیت و همبستگی های بیشتری را شاهد بودیم. بله همیشه به هر صورت حوادث داخل ایران تاثیرگذار بوده بر فعالیت ها و اکسیون هایی که ایرانیان مقیم خارج از کشور گذاشتن. در این گونه موارد همیشه تعداد ایرانی هایی که شرکت می کنند و سعی می کنند صدای مردم باشند زیاد هست. حتی افرادی که گاهن ممکنه که مخالف 100% جمهوری اسلامی نباشند یا نمیدونم به قول معروف به عنوان اپوزیسیون نباشن، ولی میان و سعی میکنن در این گونه موارد شرکت بکنن. به هر حال جمهوری اسلامی خودش خیلی خوب میدونه که شکست خورده. این قضیه استخدام کردن نیروهای غیر ایرانی هم چیز جدیدی نیستش در مورد جمهوری اسلامی. من این رو به وضوح شاهد بودم، در امریکای جنوبی دیدم که افرادی رو از کشورهای افغانستان و پاکستان در اختیار داشتن برای شوهای حکومتیشون، برای کارناوالای عاشوراشون و حتی به اینها حقوق پرداخت میکردن. این چیزی هست که من با چشم خودم دیدم و هم سفارت و از اون طرف هم دفاتر فرهنگی که وابسته به حوزه های علمیه قوم هستن و نهاد رهبری بسیار در کشورهای مختلف فعالن. در همین هلند هم همینطور. از طرفی متاسفانه برخی از گروه هایی که به هر صورت این گروه ها هنوز یک خصومت هایی واقعا با رژیم گذشته دارند و هنوز در حال مبارزه هستند در کنار جمهوری اسلامی، میبینید که هنوز با اون شیوه تفکر، حالا درست یا نادرست، دارن سعی میکنن مبارزه کنن، سعی میکنن که با مونوپول کردن یک سری از به هر حال اکسیون ها و حوادث این ضربه رو باز به مردمی که 100% مخالفن یا گروه هایی که 100% مخالفن وارد بکنند. ولی الان واقعا حنای جمهوری اسلامی رنگی نداره. این حکومت یه حکومت 100% رسوایی هستش در تمام جهان و همینطوری هم که مهمانتون اشاره کرد روز به روز داره از خود بدنه این نظام ریزش پیدا میکنه. در خارج از کشور هم همینطور هست. خیلی از هموطنان ما که شاید زمانی مخالف 100% نبودن الان در کنار مخالفین هستن. علی عزیز ببینید سرنوشت جوانان ایران واقعا این نبود، واقعا این نبود. در حال اصلاحات سیاسی میتونست در اون زمان پیش از انقلاب ایران رو وارد مسیری بکنه که سرنوشتی درخشان در انتظار نسل جوان میبود. بحثیش طولانی. در حال به هر علت و دستهایی در ایران انقلاب شد و به این روز رسید ایران که میبینیم. شما در این شرایط که شما اشاره کردید، خانم جشنی اشاره کرد، ریزش وابستگان به حکومت و حکومتی ها در واقع، در این شرایط چه
توصیه پیشنهادی برای جوانان، هم نسلان خودتون دارید، چه کار میتونن بکنن که رو به آینده بهتر باشه؟ ببینید، به نظر من جوونا باید اول به خواسته های خودشون توجه بکنن، ببینن ما چه خواسته هایی داریم، چه حقوقی داریم و به کجا میخوایم برسیم. یعنی یک نفر درس میخونه، از ابتدایی میره دکترا میگیره یا مهندس میشه یا درس کلا نخونه، ولی یک مسیری رو باید طی بکنه برای آینده خودش. و این فراهم کردن و این هموار کردن مسیر برای موفقیت کار دولت و نظام باید باشه. ببینه که آیا من این مسیری که دارم طی میکنم، این راه برای من هموار هست یا نیست. اگر هموار نیست، باید مطالبه گر باشه. با این حق قانونی یک جوانه که وقتی که داره درس میخونه، تلاش میکنه تا به یک جایی برسه، باید مطالبه گر باشه. این حقشه که بپرسه از نظام این مسیر چرا برای من هموار نیست. اینکه ما بیایم سکوت بکنیم، ساکت باشیم و به امید اینکه در روزهای آینده، سالهای آینده تغییراتی بخواد صورت بگیره، ما هیچ موقع به این مسئله دست پیدا نمی‌کنیم. چون که ما باید خودمون مطالبه گر باشیم، خودمون باید درخواست بکنیم و نظام رو وادار بکنیم. ما خیلی نظام رو رو به عقب تالال روندیم. زمانی که فعالیت سیاسی انجام میشد، قبلا زود بازداشت میکردن، زود میگرفتن، ولی الان سیاسی باز شده. یه خورده میتونی شما فعالیت سیاسی داشته باشی دیگه، مثل قدیم نیست بگی وای منو میگیرن، یه حرف سیاسی بزنم آرومتر صحبت کن ما رو میگیرن. این دیگه گذشت دیگه. اون زمان الان خیلی از دوستان دارن فعالیت میکنن، دارن اعتراض میکنن. شما به جای اینکه سکوت بکنی، شما به جای اینکه سکوت بکنی و منتظر معجزه باشی، خودت معجزه‌گر باش. خودت قدم‌های اولو بردار تا الگویی بشی برای جوانان دیگه. کاری که ما داریم انجام میدیم، ما خیلی حرفا داریم میشنویم، خیلی تهدیدا داریم میشیم، ولی اینا رو پشت سر گذاشتیم و به سمت جلو نگاه کردیم، به ایران آزاد نگاه کردیم تا به آینده‌ای درخشان دست پیدا بکنیم. الان خیلی از مردم هستن که در نداری و فقر دارن به سر میبرن. من اینقدر این کلمه رو به سر اینقدر گفتم دیگه خودم روم نمیشه بگم. واقعا مردم ندارن، مردم ندارن. ما آینده نداریم، ما جوانا هیچ کدوم آینده ای نداریم. الان تلویزیون ایران فردا، برنامه تفسیر خبر، یه کار مهمی رو انجام داده که این جوانا باید اینو قدر اینو تریبونو بدونن. یعنی جمهوری اسلامی همه رسانه‌ها رو قبضه کرده، هیچ رسانه‌ای به ما تریبون نمیداد. الان تلویزیون ایران فردا، برنامه تفسیر خبر، یک برنامه در اختیار ما گذاشته. شمای جوان، شمای معترض، بیا در این برنامه‌ها درد دل کن، حرفتو بزن تا جوانای دیگه هم ببینن شجاعت اعتراض کردن و مطالبه‌گری رو پیدا بکنن. از همینجا از شما آقای چالنگی از تشکر میکنم، از امین عزیز تشکر میکنم که این وقت رو به ما میدن، به ما معترضین میدن که بیایم حرفمون رو بزنیم، اعتراضمون رو نشون بدیم و اینکه بگیم این اعتراضات ادامه داره، ما سکوت نکردیم و راه آزادی همچنان ادامه داره. سپاسگزار شما هستیم، که از شما سپاسگزار هستیم و درهای تفسیر خبر به روی شما عزیزان. هر کجای ایران که هستید باز هست و این برنامه از آن خود شماست، مثل جوان ایران. با سپاس از شما علی گرامی و سپاسگزار شما هستیم خانم میترا جشنی گرامی. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، سپاسگزار شما بینندگان عزیز هستیم همراهیتون تا این لحظه. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد